شکر خوشحال هستم برای این درسایی که با شما در میون میذارم مطالبی که از کتاب اعمال رسولانه ارز کردم حقایق در ارتباط با کتاب اعمال رسولان و برکاتی که در اونجا وجود داره مورد بررسی ماست و امروز در ادامه برنامه ما به همون باب اول دلایل قیام به دلایل بسیار عیسی مسیح قیام خود را نشان داد و ثابت کرد به این مطلب خواهیم پرداخت در کتاب اعمال رسولان باب یک آیه سه کلام خدا اینطوری میگه از آیه دو براتون قرارت میکنم تا ان روزی, آن روزی،, که رسولان برگزه خود را به روح القدس حکم کرده بالا برده شد که به دیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد به دلیل های بسیار که در مدت چهل روز بر ایشان ظاهر می و درباره امور, امور ملکوت خدا سخن میگفت. گفت ایسای مسیح از زمان قیام تا صعود حدود چهل روز مکررن خودشو به شاگردا ظاهر کرد ولی قبل از اون ایسای مسیح در انظار شاگردا مصلوب شده بود آنها ایسا را دیده بودند که با قدرت تعلیم میداد معجزات میکرد و کلام،, کلام، کلامی را که بیان کرد پیغام هایی که معیزه کرد دلنشین بود و فیض بود و باعث آرامش و شادی و برکت افراد شد در همون زمان وقتی اونها از کلام استاد خود لذت می بردند یواش یواش عیسی مسیح شروع کرد صحبت کردن از اینکه من باید مصلوب بشم و بمیرم و روز سوم زنده خواهم شد در این بین برای شاگرد این حقیقت آشکار نبود معلوم نبود و مکررا گاهی نادیده گرفته میشد یا بعضی مواقع مثل پتروس مخالفت میشد با اینکه عیسی مسیح نه تو نباید مصدود بشی اما صلیب اون نقطه قوت خدا و هدف خدا بود برای آنچه که ما نیاز داشتیم برای آمرزش گناهان عیسی مسیح به طریقای مختلف مرگ و قیام خودش رو بارها و بارها پیشگویی کرده بود و میخواست کاملا شاگردار رو کمک کنه تا اونها بدونن که طبق نقشه و برنامه پدر آسمانی عیسی مسیح از آسمان نازل شد برای گناهان یکی که افراد بشر باید مصلوب بشه بمیره اما روز سوم قیام خواهد کرد به این طریق عیسی مسیح با اشاره به عتیق اشاره کرد همان،, همان, گونه که در بیابان وقتی قوم اسرائیل از بیابان عبور می کردند مارهای آتشینی میومد و آنها را نیش میزد و هر کدوم از این افراد که مار آنها را می اینها به زودی مسموم می شدند و می مردند. اما وقتی این مسائل تکرار شد و خیلی ها مردند مردم فریاد کردند و از موسا درخواست و کمک کردند موسا به حضور خدا رفت و خداوند به او گفت که مار برنجینی بر روی ستونی سوتون، برافراشته قرار بده هر کس بر اون مار نگاه کنه بر اون ماری که روی ستون قرار گرفته نگاه کنه شفا پیدا میکنه این چیز عجیبی بود افراد که اونها رو مار نیش میزد نگاه میکردن به اون ستون برنجین و ناگهان اون سم مار خونسا می شد زهر مار خونسا می شد و این اتفاق عجیبی بود و به همین طریق عیسی مسیح میگه که من وقتی مصلوب بشدم افرادی که به من نگاه کنند آنها شفا پیدا میکنند از پیامد از گناه و تاثیر گناه آزاد میشوند و به گونه ای آمرزش گناهان پیدا میکنند و به این طریق عیسی مسیح گفت که همان گونه که مار برنجین برافراشته شد و افراد به آن نگاه کردند و باعث شفای آنها شد و همین طریق پسر انسان باید برافراشته بشه و هر کس بر او نگاه کنه شفا پیدا خواهد کرد در جای دیگه او اشاره کرد به یونس نبی وقتی یونس نبی در حالت تغیان از حضور خدا فرار میکرد افرادی که با او هم سفر بودند دیدند تنها مسیری که وجود داره آنچه که خدا اونها را هدایت می کرد یونس را به دریا انداختند ماهی بزرگ یا نهنگی یونس را بلعید سه روز و سه شب یونس در شکم ماهی ماند و بعد ماهی او را به کنار ساحلی غی کرد به همین طریق عیسی مسیح با اشاره به یونس فرمود که من هم باید سه شبان روز در شکم زمین باشم به این طریق از مرگ و قیام خودش صحبت میکرد در جای دیگه از ساخت خراب کردن هیکل و بازسازی اون صحبت کرد یهودی های تراس کردن گفتن این هیکل را 46 سال تور کشیده درست کردن یا تعمیر کردن اما تو میخوایی در سه روز آن را بنا کنی ولی کلام خدا میگه که او اشاره به بدن خودش میکرد به عنوان هیکل خدا و به این طریق عیسی اشاره میکرد که او کشته خواهد شد اما در روز سوم قیام میکنه در جای دیگه میگه دانه ای که به زمین میفته اگه نمیره ثمر بسیار نخواهد آورد ولی وقتی بمیرد ثمر بسیار خواهد آورد به این طریق اشاره به مرگ و قیام و سمر بخشی قیام خود میکنه اما بارها و بارها او آشکارا اعلام کرد که به دست ها غیر یهودی ها سپرده میشه کشته میشه اما روز سوم قیام خواهد کرد سرانجام اون روز رسید عیسی مسیح در جلوی چشم شاگردا پیروان خودش زنان افرادی که سایمانه او را دوست داشتند و او را پیروی میکردند در انظار آنها مصلوب شد آنها مصلوب شدن عیسی مسیح را دیدند میخوای که بر دستهای او زده شد بر روی صلیب بر پاهای او همه اینها را دیدند مرگ او را دیدند شاهد مرگ او بودند نیزه ای که به, کنار او زده شد و کاملا مرگ او قطعی و مسلم بود شاگردان این را دیدند به قدری این موضوع آنها را غمگین و متاثر کرده بود که فراموش کرده بودند کاملا که عیسی فرموده بود که روز سوم قیام خواهد کرد عجیب اینه که دشمناش این رو بیاد داشتند و افرادی را میفرستند سر قبر عیسی مسیح میگن که قبر را کاملا مهرموم کنید که مبادا شاگردا بیان جسد او را بدزدند و به این طریق اعلام کنند که عیسی قیام کرده و این فریبکاری و این خرافات گویی ها مردم را به گمراهی بکشه تفکر انسانی آنها اینطوری بود ولی اونها هنوز این رو در خاطر داشتم که عیسی مسیح فرموده بود که روز سوم قیام خواهد کرد برای همین این را شنیده بودند و قبر را نگهبانی میکردند افرادی را فرستادند کشیکچیان نگهبانان تا از قبر کاملا محافظت کنند که حرف عیسی مسیح کاملا بیمحتوا نشون داده بشه و عملی نشه اما شاگردا غمگین متاثر نمیدونم چی فکر میکردن شاید اونا فکر میکردن یه روزی مثل که همه انسان ها زنده میشن عیسی مسیح هم زنده خواهد شد اما سه روز بعد چیه شاید فکر نمیکردن اهمیت نمیدادن و جدی نمیگرفتن این موضوع را اما بعد از سه روز عیسی مسیح قبر را شکافت سنگ قبر به کناری رفت و او از مردگان زنده شد چرا دارم این موضوع رو با شما در میون میذارم چون عیسی مسیح قطعا خواست اولین کار مهمی که برای شاگرد انجام بده این بود که آنها حقیقتا بدانند و ببینند که عیسی قیام کرده این سنگ بنیادین ایمان آنها و خدمات آنها خواهد بود اگه کسی به عیسی مسیح و قیام او ایمان نداشته باشه دیگه انجیلی وجود نداره بشارتی وجود نداره خبر خوشی وجود نداره خبر خوشی اینه که عیسی مسیح از مرده ها زنده شد بر مرگ پیروز شد بر مشکلات پیروز شد و تو هم با ایمان به او پیروز خواهی شد و این بشارت این خبر خوشه و به این طریق عیسی مسیح قیام کرد اول زنایی که رفته بودن برای مراسم اجرای مراسم تدفین بدن عیسی اونها با قبر خالی ایسای قیام کرده و فرشته ها روبرو شدند و زلزله ای که حادث شده بود وقایعی که در حوالی غرب ایجاد شده بود سنگ غرب به جایی پرتاب شد و فرشته ای نازل شد زلزله ای ایجاد شد و گفت که چرا زنده را در میان مردگان می جویید زنان آماده پذیرش قیام عیسی مسیح بودند و ایمان آوردند و آنها به سمت شاگردان رفتند تا آنها را از این خبر عجیب از این واقع عجیب خبر بدند جالب اینه که نگهبان هم اونجا بودند نگهبان های کاهنان،, کاهنان رئیس کهنه و افرادی که مسئولین هیکل بودند در اونجا بودند اونها هم همین وقایع را دیدند زلزله را دیدند وقایع عجیب را دیدند و دیدند چیزای خارق ایجاد شده به احتمال قبل غبر، سنگ قبر غلطیده شده بود دیدند شاید برای اینکه از جسد عیسی محافظت کنند وارد قبرم شدند و دیدند که چیزی اونجا نیست ولی در کنار اینها کلام خدا میگه خاطر اون ترس و حراس که بود اونجا را ترک کردند و رفتن نزد کاهنان و پیغام بردند خبر خوش بردند اما برای اونها خبر خوش نبود اونا با عیسی مخالفت داشتند، دشمنی داشتند و این خبر برای اونا رنجاور بود ناباورانه با آن نگاه میکردند و هرگز اون را قبول نمیکردند به این طریق نگهبانان پیغام زلزله حوادث فوق طبیعی اطراف قبر را نزد رئیس کهنه و سران یهود بردند چقدر عجیبه انسان بی ایمان، چقدر تقله های بیهوده کنند که حقیقت را بپوشونه آنها شاید به عنوان افراد مذهبی حداقل کاری که میشد انجام بدن این بود که تحقیق بیشتری بکنند به این فکر کنند که شاید عیسی قیام کرده باشه شاید حرفایی که میگفت درست باشه شاید عیسی از جانب خدا بود و ما بیمورد با اون مخالفت کردیم بیمورد او را کشتیم مصلوب کردیم او را هیرودیس و پیلاتوس را تحریک کردیم تا او را بکشه به جای اینکه چنین فکر کنند آنها سعی کردند بیشتر این مسائل را بپوشونند در نظر آنها قیام از مردگان افکاری ساده و خرافاتی بود افراد ساده چنین چیزهایی را باور می کردند و در نتیجه هرگز به اون توجه نکردند و سعی کردند به گونه های حقایق را بپوشونند و اون را مخفی کنند عجیب تر از آن که به کشیکچیان نگهبانان رشوه دادند و گفتند نگران نباشید اگه مشکلی پیش آمد سران ارتش از شما بازخواست کردند ما اونها را به یک طریقی غانه می کنیم یعنی مسئله رشوه به اونجا هم خواهد رسید یعنی به جای اینکه افراد حقایق را می بینن به اون توجه کنند، به اون فکر کنند کارهای عجیبی که صورت گرفته و به حقیقت برسن به خداوندی زنده با خداوند زنده رو به رو بشند و وقت او بشوند سعی می کنند آن را بپوشانند عجیب اینه که دنیای امروز ما هنوز داره این کارها رو میکنه در خدمات کلیسایی خادمین بزرگ خدمات عظیم و عجیبی انجام میگیره معجزات بزرگی صورت میگیره مفلوجان امروزه راه می روند نابینایان بینا می شوند ناشنوایان به شنوایی می رسند مرده ها زنده می شوند رسانه های عمومی به جای اینکه برند تحقیق کنند ببینند این حقایق را با مردم در میون بذارند برند با افرادی که زنده شدند با اونا صحبت کنند خادمینی که برای اونها دعا کردند و اونها زنده شدند با اونها مصاحبه کنند و دنبال دریافت و درک حقیقت باشند با بیمانی تمام و با نادیده انگاشتن آن و با پوشوندن آن از اون رد میشن اما خبرهای نه چندان مهم و اساسی را هایلایت میکنند بزرگش میکنند به اون میپردازند و داد و بیداد راه میندازند و تمام رسانه ها و وقت رسانه هاشون رو به اونها میدند امروز جهان زیاد مشتاق حقیقت نیست دنیا دنبال خواستهای خودشه منافع خودشه اهداف خودشه خدا برای او اهمیت نداره اما برای کلیسا برای عیسی مسیح خدا و قیام عیسی مسیح قیام پسر خدا خیلی مهمه برای همین شاگردا از حرفایی که شنیدن دنبال اون رفتن پیگیری کردند پتروس و یوحنا دوان دوان سر قبر عیسی مسیح رفتند و دیدند قبر خالی را و ایمان آوردند به کلام عیسی مسیح که او فرموده بود روز سوم قیام میکنم اما در اینجا ما خواندیم که عیسی در مدت چهل سال چهل روز ببخشید با دلایل بسیار در مدت چهل روز قیام خودش رو به شاگردا نشان داد و ثابت کرد ریشه اصلی این کلمه که میگه به دلایل بسیار در واقع اینطوری تاکید میشه که به دلایل انکار ناپذیر دلایل قطعی دلایل مسلم دلایلی که دیگه هیچ جای شکی در اون وجود نداره شاگردار رو با اون دلایل خانه کرد که او قیام کرده عیسی مسیح قیام کرده با زنان ملاقات کرد با شاگردای در راه اماس ملاقات کرد به جمع ده نفره شاگردا اومد که یکی از اونها غایب بود یکی را به او خیانت کرده بود به در فرصت دیگه به جمع یازده شاگرد اومد آنها علنا عیسی قیام کرده را دیدند آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت میخواهد از وی روی متاب عیسی زنده است قیام او را میخوای با او رو به رو را ملاقات کن شاگردها او را دیدند و دیگه هیچ شکی نمانده بود و دیگه جای شک و شبهی باقی نمانده بود عیسی قیام کرده شاگردها باید به این حقیقت مسلم میرسیدند قیام او را اول میدیدند و با تمام دل به این باور می رسیدند که ایسای اونها همون گونه که جلوی چشم اونها مصلوب شد واقعا مرد الان او واقعا زنده شده او زنده است برادر خواهر عزیز من ایسای مسیح زنده است این سراغاز خدمت روحانی زندگی روحانی زندگی مسیحیه ایسای مسیح اولین کاری که میخواد انجام بده اینه که پیروان خودش رو نشون بده اونا رو قانع کنه و به دلایل بسیاری که اینجا نوشته شده الان برای ما نوشتجات انجیل پیغام شاگردان تجارب گوناگونی که ما در زندگی پیدا می کنیم ملاقات هایی که عیسی مسیح با ما انجام میده همه اینها دست به دست هم میده و عیسی میخواد از این طریق من و تو را هم کاملا مجاب کنه که او زنده است او قیام کرده و وقتی ما به این حقیقت مسلم میرسیم این سرآغازی میشه برای خدمت روحانی زندگی روحانی و راه رفتن با عیسی زنده او دیگه بر روی صلیب نیست او دیگه در قبر نیست او دیگه مرده نیست بلکه او قیام کرده و این مبنای زیربنای ایمان مسیحی و آغاز کلیساست بعدها پولس را ملاقات کرد رویای آسمانی از ایسای زنده آن قدوس عادل را او میگوید ملاقات کردم عیسی مسیح به جمع هفت نفر شاگردها اومد کنار دریا با اونها نشست غذا خورد تا کلام خدا در انجیل یوحنا اشاره میکنه که او شاگردان را صدا کرد گفت خوراکی دارید بچه ها دوستانه بیایید و به این طریق کاملا در عرض این چهل روز بعد از قیام و قبل از صعود خود را به اونها نشون داد و اونها مطمئن شدند به این اطمینان قطعی و صد در صد رسیدند که استاد اونها زنده شده خداوند اونها زنده شده عیسی زنده شده و الان عیسی زنده است برادر خواهر عزیز من این سراغاز ایمان توست این سراغاز ایمان و وقف من و تو به عیسی زنده است و وقتی ما به چین ایمانی میرسیم آن موقع است که آماده میشیم آماده میشویم از روح القدس پر بشویم و قدرت خدا بیاد ملکوت خدا در زندگی ما بیاد و جلال خدا در زندگی ما آشکار بشه اما همان گونه که ارز کردم دنیای بی ایمان هنوز در تکاپو و تقلای خودشه و ایمان به سای مسیح مرگ و قیام او را مسئله ساده لوحانه میپنداره و با اون مخالفت میکنه و آنها را خرافات میدونه اما حقیقت چینه چی که ایسا قیام کرده و این حقیقت عالی و بزرگ مبنای پیغام ماست و شادی ماست و امید ماست و امیدوارم که برادر عزیز من تو هم به این حقیقت مسلم و قطعی برسی که ایسای زنده را ملاقات کنی از کلام و حقایق را ببینی و به اونها ایمان بیاوری و شاهدان او که شاهد او هستند پیغام او را موعظه می کنند که آنها ایسای قیام کرده را به گناه مختلف دیدند من چند روز پیش در یکی از برنامه های خودمون در امید جاودان شادت های خودم و اندکی از شادت ها را میدادم که چطور این ایسای قیام کرده در زندگی من عمل کرده مرا هدایت کرده و سالهای سال که عمل او کارهای او و حضور زنده او را در زندگی و خدمات خودم دیدم و می بینم او قیام کرده و دوست و برادر عزیزم وقتی ما این حقیقت را میپذیریم آماده میشیم ادامه راه کتاب اما رسولان را دنبال کنیم و آماده می شویم برای پری روح القدس و آماده می شویم در جایی که قدرت و قوت خدا در زندگی ما جاری بشه خیلی ممنونم از توجهتون به این برنامه و دعا می کنم که رفته رفته حقایقی که برای ما باز میشه باعث بشه که ما صمیمانه از قلب به ایسای زنده ایمان بیاوریم تسلیم او بشویم و اجازه بدیم جلال او در زندگی ما آشکار بشه خیلی ممنونم خدا شما را برکت بده